سلام. تو هدفونت بود. شما صحبت نمی‌کنم. آقا شما حالا ایمانم اینو بگه ولی مدرکاتون رو چیکار کردین؟ مدرک چی؟ مدرک مثلا لیسانس، فوق لیسانستون رو. خود اون چیزا رو، خود اون برگه رو. توی کموده. تو داره خاک می‌خوره. 100%. آره. من توی باکسه. چرا؟ مثلا لیسانس هم مدرکش رو نگرفتم هیچ وقت. ایرانه؟ آزاد بدهی داری به دانشگاه. با پول میدادی آزاد کنی، من لازم نداشتم. فکر کنم دوره تو که خیلی خوب بوده. 10 میلیون اینا بود. اخیراً پارسال اینا به 70 میلیون هم رسید. آره. یکی از دوستای ما می‌خواست بگیره. من اینجا که کارم استخدام شدم هنوز مدرکم نیومده بود ولی مدرک می‌خواستن و اینا. بعد من گفتم که ایمیل میدادیم و اینا بک اند فورت. یه جا بهشون گفتم که دیگه باید به من اعتماد کنید. Take my word on this. اونا قبول کردن. اصلا سرکار از من مدرک نگرفت. مدرکت به درد نمیخوره. یکی بود گفت الان همه چیزایی که تو دانشگاه یاد میدن میتونی آنلاین یاد بگیری. این از اون جوابایی که اون سوالایی بود که بعد خودش بپرسی. شما چیکار کردید؟ نه خودم میگم. نه منم هفته پیش داشتم مرتب اینا میکردم این کمد رو یهود مدرکمو دیدم افتاد بیرون. نه من قبلا یه میم دیده بودم راجع به مدرک و اینا، نشون مدرکتون گرفتید به بغل دراز بکشید، مدرک رو تا کنید، باشه عکساش به ترتیب خیس کنید، اینقدر میشه اون مدرک. آره بعد اعمال کنید. نه ولی من دیدم من بعدم نمیاد قابش کنم. واسه اون مدرک خیلی فیزیکی، مالی، روحی هزینه کردم. جسمی، جنسی. کلی سریال تمام کردی به خاطر اون مدرک. من شش ماه نکردم باش. دوست دارم میدونی آدم بزنه به دیوار از کار سرم میاد دیگه وای دهنم سرویس. یعنی اینطوریه من دوست دارم اون روزای خیلی بد یادم بیاد که الانو بکنم. چون من تا همین هفته پیش این بودم که آقا کاری نکردیم دیگه لیسانس دیگه همه گرفتن. چی شد؟ نظر توسط شد. گفتم دیگه، گفتم دیدم آقا من خیلی واسه این کار واقعا زحمت کشیدم. همون فقط اونو میدیدی که یادت بیاد. این انرژی بوده. کجاست؟ نمیدونم کجاست. یهو لابلای برگه‌های قدیمی پیداش کرد. سلام. دیگه چه خبر؟ سلام، همه خوبید؟ خوشید؟ سلامتید؟ آقا فرزاد، آقای فرزادی میاد سفید بهت تو اردی بهشت. اینو بارها گفتیم ولی بازم بگیم که ما واقعا فکر نمی‌کنیم راجع به لباس پوشیدن اون هماهنگی. ما یه تلپاتی خاصی با هم داریم. من یه توضیح بدم اول، ما دوباره برگشتیم به سیستم دوربین شماره 2 و دوربین شماره 1. کامنت هاست که الان میاد. آره نمیدونم ببین ما هنوز بذار بهت بگم. ما سیستم اون اپتیمال خودمون هنوز پیدا نکردیم. من چیزی نیست که من دوست داشته باشم. نه نمیتونیم آخه این همه. آره به خاطر اینکه ما موقعی که داریم ضبط میکنیم خورشید پشتش به ما نور میفته پشتمون. یارو چی میگه؟ خیلی چیزا میگفت، خیلی چیزا میگفت. اون گفت خورشید پشت، اون میگه خورشید. ما نور میفته پشتمون، ضد نور میشیم. با اینکه نور و اینام داریم باز پس بر نمیاد، از اون ور میفته، از دو طرف. الان نور دیگه به هر حال نور خوش مستقیم از این برمیاد. آره هنوز نتونستیم اون ستینگ اپتیمالی که من دوست داشته باشم پیدا بکنیم. یه چیز دیگه هم که تغییر میکنه همیشه سخت پسند ساعت ضبطمونه. بخاطر همین خورشید جاشو عوض میکنه چون هی پشتشو میخواد به ما نگه داره. چند نفر گفته بودن تو شب ضبط کنید ولی شب ضبط کردن خطریه واسمون، خوابمون میگیره. واسه هم میگم ویکنده. آخه الان هم روزا خیلی بلنده، شب بخوام زیاد نصف شب واقعا باید ساعت 10 بیای. آره شب بیای تو اینترتین کنی. منم اوکی هم یه بار امتحان کنیم. نظرتون چیه؟ قبلا یه بار امتحان کردیم فکر کنم یه بار از ایران یه بار مجبور شدیم. این که کدوم اپیزود که من داشتم نه با اولویه اینجا اپیزود شرکت هرمی و آره شبیه بود، اصلا عجیب بود. یادم نمیاد صبحشو. آره تو نبودی اصلا. چون چیز لاتاری میدونید چیه شماها؟ بله. چیه لاتاری؟ انواع مختلف داره. روز یکیشو بگو. از همینه که میری از باجه مثلا $5 میخری. بچه‌ای که دارن منم جواب میدم. میدونی برس لاتاری ویزا رو میگی؟ امریکا پوزیشن مورد علاقه عنکبوتاست. لات لاغوزه کن. خیلی خیلی به نظر من جوک قوی. اگه شما نمیخندید به این چیزا، من اپریشیت کردم. دنبال طنز فاخر نیست. ایمان خیلی داره میخواد. شبیه چیز شد ایمان یه لحظه. چی؟ توی که شبیه نه نمیگم شبیه کی شدی شد. زیبا بود. یه رپر شدی. شدم یه عقده‌ای. همون تیمه. خب چه خبر دیگه؟ همه چی خوب؟ خبر دست شماست. هفته پیش من یه چی شروع بریم شهر با آتیش کشید. میگی خودت میگی. هفته پیش ببخشید که اپیزود نداشتیم. من برای تولدم یه جایو اول من تشکر بکنم از همه کسایی که تولد من تبریک گفتن. تا اونجا که تونستم جوابا رو دادم. اگه که سعی کردم که خیلی کمتر پای تلفن باشم توی اون چند مدت و دم همتون گم. خیلی 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 ممنونم. اتفاقی که افتاد یه جایی، یه مزرعه، یه خونه کابینی جایی رزرو شده بود برای تولد من که میخورد دقیقا به اون مدتی که ما قرار بود ضبط بکنیم تو طول ویکند آخر هفته. و اینکه من بچه‌ها پرسیدم که اگه اشکال نشه باشه این هفته رو در واقع آف بگیریم. تقصیر من بود، همه قبول کردن به خاطر من و دمتون گرم. ممنونم ازتون، خیلی ممنون از شما فرزاد جان، همچنین شما. و اینکه رفتیم یه جایی به نام پمبرتون تو دل کوه، یه مزرعه است و خیلی ناراحت شدم که کارو نتونست بیاد. ما 3 روز و 2 شب اونجا بودیم که یه شبشو فرهاد و فرزاد تونستن خودشونو برسونن. کارو متاسفانه به خاطر خیلی لاست مینت شد. خیلی ساشا نذاش من قرار نه. واقعیتش این بود که اصلا قرار نبود کسی بیاد، به خاطر اینکه به خاطر در واقع کووید و ریستریکشن های جدیدی که وجود داره و حالا میگن چرا انگلیسی صحبت میکنه ریستریکشن، محدودیت های جدیدی که وجود داره، ما فکر میکردیم که این شهری که داریم میریم توی حوزه سلامت، مثلا بهش میگن تو حوزه سلامت شهر ما نیست، چون الان نباید از اون حوزه های سلامت مختلف سفر بکنید به جاهای مختلف. و اینکه فکر میکردیم که پلیس بگیره مثلا ممکنه دردسر بشه، اینا بخاطر همین به کسی نگفته بودیم. ولی موقعی که رفتیم با صاحب اون مزرعه صحبت کردیم، گفتش که نه مشکلی نداره اینا. من همون لحظه به همه بچه‌ها زنگ زدم و بهشون گفتم که اگر که میتونم بیان، که متاسفانه کارو نتونست بیاد چون خیلی لاست منیت شده. معذرت میخوام. جات خالی بود. ایشون لخت تو جکوزی به ما فیس تایم داد. آره و همه همون دیدن. چه خبره؟ خیلی حالا متفاوت بود برای من که اصلا لیداب میکنه به اپیزود امروزمون، منتهی میشه. آره من تو مدت یه روز که گوشیم کامل خاموش بود، اصلا نمیدونم کجا بود. آره خیلی جالب بود اصلا. یعنی شب شد، خورشید که پشتش از ما برگردون، من اینطوری بودم که اصلا گوشی من کجا هست. چون فرهاد گفت آره دیدم آهنگ خیلی عجیبه بدی گذاشته بود اینا. فرهاد سلیقه موسیقیش خیلی خوبه. این چرا پرت چی مار زدم بگی دست خودت خب بیا مثلا به اضافه. گفتم اصلا نمیدونم گوشیم کجا هست. من فهمیدم که از مثلا 2 روز قبل شارژ نشده بود و خاموش شده بود، اصلا تو طول روز نشد. کامپیوترم با خودم نبرده بودم، فقط روز اول شب اول که رسیدیم یه چند تا عکس گرفتم همین و دیگه کلا بوسیدم گوشم کنار، با هیچ چیزی اینتراکشن نداشتم. آره و این خیلی جذاب بود. خیلی جای باحالیه، جای خیلی عجیب. و میخواید لینک ولاگو بذارید این پایین؟ نه خب شما چه خبر؟ شما چه کار کردید؟ هیچی، ما هم همین 2 هفته میجرش همین بوده، بزرگترینش همین. میخوای اذیتی که شدی و بگم؟ ببین ما اونجا خیلی آتیش روشن کردیم. خب یعنی اصلا من از بچگی عاشق این بودم که آتیش بازی بکنم، خیلی عجیب و اینا. بعد خب به ما هیزم داده بود، هیزمایی که مخصوص آتیشن که زیاد دود نکنن. ولی یه اتفاقی افتاد که بعضیا رفتن درخت خیس آوردن که به آتیش اضافه بکنن. ببین بوی دودی گرفته من یه هفته میرون داشت. نه البته اینو نمیتونیم تحقیق که نشد راجعش، ولی من یه هفته است بیشتر، یه هفته است دیگه دارم لباس میشورم، هنوز لباسام بو میده، بو دود رفته تو تن لباسا. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. مشکل نداشتی لباس تو دود نگرفت؟ چرا دیگه بغل دست هم بودیم دیگه، هممون بود. تو چرا یه هفته نمیشوری یا دادی فردا بشوری؟ نه نه نه، من گذاشتمش تو ماشین لباسشویی، از خشکن در میارم میذارم تو ماشین لباسشویی، بعد میذارم تو خشکن دوران از من گذاشتم بیرون به امید اینکه مثلا بیرون بوشه ببره رفت. خیلی بویه نه بیرون، چون هوا مرطوبه تازه کمک میکنه بمونه. آره ان شاءالله میره. حالا یه قسمت جالب دیگه هم شکار آقاش معلومه. آخه تا بالا لباسش نشسته بود، میدونی که این از سال 2015 که این لباسا رو خریدم تا حالا نشسته. سفر باعث شد من لباسام توی همون دور بشه. یه چیز باحال یه دوره آتیش اون شب این بود که بعد غذا بود، شروع کردیم از این مارشملو خوردن و روی آتیش گرفتیم و بعد با سرعت داشتیم هممون می‌زدیم تو نوتلا. فکر کنم مثلا نفری 10-15 تا توی مثلا 10 دقیقه خوردیم. بعد از آن هم خنده‌دار بود. که با این بیشتری 10-15 تا. بعد تازه من به اینا یاد دادم بعد از این سال توی من بلد نبودم مارشملو خوردن چجوریه. همیشه میگرفتم انقدر میسوخت جزغاله میشد، بعد همون جزغاله رو میخوردم. فکر میکردم اونطوریه. هیچ وقتم تحقیق نکردم. ایمان روش اصلیش رو نشون داد، اصلا دری به روی ما شد بچه ها خوردن. اینطوری بودن که خب مارشملو اصلا خوشمزه هم نیست، آره. مزه سوختگی میده. ایمان گفت مارشملو بگیرید و بیاید و اینا. بعد که دیگه راهو به اون نشون داد، نشستیم پاگونی، یعنی قشنگ مارشملو حساب. بلدی تو چجوریه؟ من خیلی فنش نیستم. شیرین تو شاید شما بلد نیستی. نه نه خب من یه بار تو ایران خوردم، شیرین اصلا کلا نیستم. برای همین ببین کسایی که نمیدونن، شما بعد بزنید سر سیخ بگیدش رو آتیش، آتیش گرفت ورش دارید، آتیش روشو خاموش کنید، پوستشو در بیارید، اون تیکه که سوخته در میاد ختنه طور می‌کشیم بیرون و اون گوشت توشو میخورید. بعد چیه ترکیباتش؟ شکر و پنبه، فقط شکر پنبه. آره جالب بود. خلاصه خیلی دوست داریم که هر چه سریعتر دوباره به حضور همه بچه‌ها بریم یه بار دیگه و ان شاءالله مطمئنا خوش می‌گذره. فراد وای بعد شبش خب ببین مثلا می‌بینی دیگه، مثلا شب آخر بود ما اینطور بودیم که خب اما چجوری میتونیم دهن این یارو که اینجا رو داره رو سرویس کنیم، مثلا اذیتش کنیم یه جورایی، مثلا یکی فانتزی فانتزایز می‌کردیم. آره همونطوری مسخره بازی. بعد مثلا یکی میگفت آره بریم مثلا مرغاشو الان از تورناش بعدن بیایم کباب کنیم، و یکی میگفت بریم الان شیر گاوشو بدوشیم، یکی گفت مثلا صندلیایی که درست کرده رو بندازیم تو آتیش برای به عنوان هیزم استفاده کنیم و اینا. بعد دیگه همینطوری چیدین، فکر کنم 1 ساعت ما داشتیم ایده می‌زدیم برای اینکه چجوری تو این یارو اذیتش کنیم. بعد این روز قبلش ما رو برد یه تور، مثلا نشون داد که من 2009 مثلا اینجا خرابه بوده، من اینجا رو درست کردم، چمن نبوده، مثلا 7 هکتار زمین رو مثلا آباد کرده، آباد عجیبا که تمام حیونا اونجا الان ساستیندن، مثلا همه چی خفن و فلان و اینا. بعد گفتم که ببین آخرش که داریم میریم یه نیزه سرشونش میگیم یاد کار خاصی هم برای اینجا نکردید. این 2000 گفتیم دیگه تیره، آره تیر خلاص، و موقعی که داریم میریم اینطوری بهش بزنیم. ولی جالب بود. شما چقدر تو چیکار کردی هفته پیش؟ هیچی، همین کار و فعالیت. یه دکتر چشم پزشک رفتم برای اولین بار تو زندگی. داشتی میگفتی؟ آره رفتم اونجا، طرف با کامپیوتر که زیاد کار میکردم اخیرا خیلی چشم خسته عجیب میشد، این اصلا چیز افتضاحی بود. و گفتم برم بدم چه خبره. و رفتم اونجا طرف پرسید آخرین باری که تست دادی کی بوده، و من یادم نمیومد به جز برای گواهی نامه تا حالا اصلا من چشم پزشکی رفته باشم یا از این داستانا رو گفته باشم. تو ایران گواهی نامه چشم پزشکی میخواد اینجا میگه، البته خیلی سطحیه اینجا. میدونی اینجا تو همونجا میگه بالا رو پایین چپ، یه چیزی رو توشو نگاه میکنی میگه اون تهش کدوم جلوتره کدوم عقب‌تره. خب اون حساب میشه. نه همین من الکی حالا گفتم مثلا 2-3 سال قبل. خلاصه اینا شروع کرد یه عالمه تست، از این ور عکس بگیر اون ور عکس بگیر. ولی یه تجربه جدیدی که داشتم من تا حالا انجام نداده بودم این بود که یه قطره‌ای تو چشم میریزن، دایلیشن آی دراپ که درست میگم دیگه؟ بله. که داستان اینه که اون ظاهرا میگفتش که اگه دکتر بخواد چشمو تو حالت معمولی بررسی کنه، مثل اینه که شما یه اتاقو بخواید توشو نگاه کنید از در بسته، از اون سوراخ کلید مثلا سوراخ قفل، این دایلیشن آی دراپو که میریزه درو وا میکنه، چش باز میشه، یه مدتی باز میمونه، اون راحت میتونه مثلا توشو نگاه کنه ببینه همه چی سر جاش و اینا. من تا حالا این استفاده نکردم. طرف گفتش که اگه بعدش میخوای کار کنی و اینا، این تا چند ساعت چشت تار میبینه، سختته. گفتم خب بس بذار یه روز دیگه. یه روز دیگه یه ذره دیرتر وقت گرفتم، رفتم و این ریخت و آزمایشو انجام داد. خیلی تجربه عجیب غریبی بود. بیرون که اومدم مثلا نور که میخورد یه حس عجیبی بود. رانندگی کرده بودی تا اونجا؟ نه نزدیک بود. بعد رسیدم خونه، تو آینه مثلا یه چیزی از نزدیک که نگاه میکردی خیلی حس بدی بود، چون کامل همه چی تاره. بعد حالت سرگیجه اینا آدم میگیره اگه درست همین. خلاصه همون رفتم کج شدم رو تخت و اشغال کردی. آره یه ذره خوابیدم، بعد بیدار شدم، خوشبختانه چشم درست شده. دکتر گفت مثلا تا 4 ساعت ممکنه خوب نباشه، ولی تو 2 ساعت کارو در آورد. بریم سر اپیزودمون. بفرمایید. آماده اید؟ 17 دقیقه است. سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، یکی از میزبان‌های این برنامه. در کنار من کارون جریان داره. سلام. فرهاد و فرزادم با ما هستن. سلام. 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 چه خبر؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتید؟ همه چی آرومه؟ بله بله. خیلی. شما چه خبر؟ خوب. خوش. من ببخشید دوباره دارم میگم، کسایی که یوتیوب دیدن شرمنده برای هفته پیش. ممنون از تمام تولدایی که تبریک گفتید. خیلی 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 ممنونم از همتون، و اینکه به خاطر تولد من شد که هفته پیش اپیزود نداشتیم. ببخشید، قول میدیم که دیگه از این کارا نکنیم، یا اگه انجام میدیم با نوتیس بیشتر و در واقع با برنامه‌ریزی بهترین کار انجام بدیم. حق تبعیتونشون یه هفته نمیتونست باشید. حالا دیگه بعضی‌ها ناراحت شده بودن و اینا، به خود من پیام داده بودن مستقیم. گفتم که اینجا آدرس کنم، گفتن که دیگه برای خودکست وقت نمیذاری. گفتم من دیگه چیکار میتونم بکنم برای خودکست؟ همه زندگیو دارم میذارم دیگه، چیکار میتونم بکنم؟ شبا نمیخوابم من. ساشا نمیذاره. ساشا نمیذاره. شبا میخوابی یا نه؟ شبا الان یه مدتی که دهنم دیگه، ببین اصلا دیگه عاشقه، ولی خیلی دارم که چی شد دهنم عاشقه. ببین افتادم تو این رومای سیاسی انتخابات برای کلاب هاوس، عشق دارم میکنم، انقدر حال میکنم. اینا به هم دیگه تیکه میندازن، این اونو میزنه اون کی. بعد ببینی مثلا مستقیم نیست، یعنی فوش مادر نیست، ولی وقتی بهش فکر کنی میبینی که چی به یارو گفت. من سواد سیاسی خیلی پایینه. کیا میان توی این روما؟ اصلا نمیشنم، اصلا نمیدونم اینا کیه، من فقط گوش میدم. من جناح هستن دیگه. آره. من سواد سیاسیم خیلی پایینه، اصلا هیچ چیزی از سیاست نمیدونم، در مورد گذشته ایران نمیدونم، اصلا جناح‌ها رو نمیشناسم، عقاید چی و اینا. ولی الان مثلا چون خیلی داغ بحثش، دوست دارم که به قول معروف تو جریانش باشم، گوش بدم ببینم چه خبره. شاید یه چیزی دستگیرم شد مثلا. بعد پریشب داشتم یه چیزی نگاه میکردم، اینطوری که دو نفر داشتن دعوا میکردن سر یه کسی که اصلا نیومده نامزد بشه. کی؟ سر کی؟ نمیدونم، یعنی یکی بوده که نامزد نشده. بعد یکی ها داشتن میگفتن این خیلی خوبه، یه سرش هم میگفتن این بده. بعد داشتم با هم دیگه دعوا می‌کردم، میگم این اصلا نیومده، اصلا چرا دارید بحث کنید؟ حالا کیا ثبت کردن؟ روز آخر مثل این که همه اسلاید کردن، رئیسی معروفا رفتن، معمولا میذارن روز آخر. لاریجانی؟ آره، لاریجانی نژادم رفتن. بعد دیوار حسن کاراکتر. آره تیمم کرده بودن. چی؟ موقعی که می‌خواستم وارد بشن تیمم کردن. میدون خوابیده بودن طرفداراشون. یه ویدیو اومد احترام شما. در اون کجا میرن؟ وزارت کشور. در یه جایی بود می‌خواستم وارد بشن و بعد دعوا شد و امرجان اونجا وایساده و فوش داد. آره کتککاری. خیلی خنده‌دار بود. ولی یه خانومه براشون خاک 14 بودن از 87 کشته شدگان آبان، ایشون تیمم کردن باش کشته شدگان آبان. ولی خیلی خنده پلیس کاش بذارن، یعنی رد سبلیاتش نکنن که میکنن احتمالا. آخه یه بار کردن، بیاد مناظره ها رو ببینیم. وای چه دریوریایی پیکه، چه دلمون تنگ شده یکم کمدیش. آقا زشت هستند. نه الان احساس میکنم ایران نیاز به همچین چیزی نداره، به همچین کمدی نداره خدا وکیلی. خیلی وضع همه خرابه که بخوام. آخه ترامپ هم نیست، ما کم بوده آدم پاپولیست. کانتنت. آره باید یکی باشه از این حرفا. قانون پایستگی هست اتفاق میفته. آره ما دندون رو جیگر بزن. خلاصه خیلی عجیبه. شبا دیگه میذارم و میخوام. یه اتاقی هست اون اتاق خبر. بعد خبر نه مال اکثرم ایرانه، خبرنگارای مختلف میان مثلا از سرتیترهای مختلف میخونی که ورزشی میگه، یکی حوادث میگه، فلان و اینا. خیلی دوست دارم، خیلی خوش میگذره. میخوابی شب؟ آره مثلا اینو بگم، دیشب مثلا 3:30 رفتم تو تخت، بعد خوابیده بودم، بعد یهو دیدم که ساعت مثلا 6 صبح یه خانومه داره دعوا میکنه در حد تیم ملی. کجا؟ از خونهای بغل؟ نه تو کلاب. آها باز میذاری؟ خانومه گفتم مولد مخفشی تو رو قرآن، تو این صدا میره تو ناخودآگاهت. آره خلاصه جالب باشه میره. آره صبح بلند دیگه چیز میشم. خب این کار میکنی زبان مثلا اسپانیولی بذار تا صبح یاد بگیری. تو بالشتی بود میذاشتن تو بالش؟ نه ولی میتونم تصور کنم. خیلی این دریوری از تو خواب شما یاد بگیرید. یه اتفاقی که دیروزم افتاده براتون بگم، خیلی جالب بود برام. من سوار موتور میشم این روزایی که آفتابی معمولا، بعد داشتم میرفتم، یه قرار کاری بود داشتم میرفتم اینا. بعد موقعی که سوار موتور میشی نسبت به ویدیوهایی که دیدم آدم جو میگیرتش، مثلا اینطوری که او اگه طرف موبایل دستشه باید بهش تذکر بدم حواسش مثلا باشه موبایلشو بذاره پایین، چون که من سوار موتورم. آره مثلا بعد اگه کسی مثلا بخواد از خیابون رد بشه من وای میسونم ترافیکو که مثلا یه خانم پیری اگه میخواد رد بشه مثلا اجازه بدم رد بشه و فلان و اینا. بعد دیدم که یه دونه ال درایور در باکش بازه. ال کسایی که تازه دارن یاد میگیرن، آره لرنرن در واقع، در باکش بازه و اینا. بعد من دو سه جا مثلا سعی کردم اتنشنشو بگیرم و اینا، مثلا حواسشو به خودم جمع کنم که بهش بگم در باکت بازه و اینا. تو حرکت که داشتیم میرفتیم بهش گفتم دور اوپن و بعد نمیدید، دهنم هم نمیدید، صدام هم نمیرفت دیگه براش. اینطوری کردم و اینا، اینجوری چی داری میگی فلان و اینا. بعد رسیدیم، دو تا خانوم بودن، بعد دو تا دختر جمع بود. بعد رسیدیم به چیز، رسیدیم به چراغ قرمز. بعد گفتم خب من دیگه نپراش بازی کنم، اینجوری کردم. بعد خواستم بگم که دوباره اینجوری ببین. بعد یه دختره ترسید و اینا پیچید راست رفت. اصلا پشتاش ریختم، چون الان تایم بعدی تو این کارو کردی. بعد با تو صحبت کردم، یعنی تو اومدی گفتی که آره الان خیلی کشت و کشتار شده تو چیز. داره کسایی که دارن میشنون علامت مثلا فکر کن مال تفنگ، آره تفنگ تور. ولی خود داشتم اشاره میکردم به این چیزی که باش بنزین میزنیم، خواستم بگم در اون بازه. فکر میکنی طرف اون برداشتو میکنه اون لحظه؟ نمیدونم من. یه موتور سواری که سیاه پوشیده دقیقاً، همه چیزش هم قهوه‌ایه. آره رنگ پوستش که معلوم نیست، البته دست کیلو نبود، نه پوشیده است. ولی خیلی عجیب. خودم بعد از خودم خجالت کشیدم، گفتم فوق خدا این بنده خدا فکر کنه میخوام ترورش کنیم مثلا. من با میرفتی دنبالش که بهش بگی ولی دختره نمیخواست به پیچه راست، پیچید راست رفت. 100% من بودم زیرت میکردم. من چرا قرمز بودیم کنار هم دیگه. من همیشه آمادم موتوریزی کنم. چرا اینا که یهو بیان حمله کنن همیشه آماده سکیو زیر کنه. توهم توطئه داری برای چی بهت حمله کنم؟ نه اگه هر وقت کسی اومد مثلا یه تفنگ گذاشت سرتون اینا، چون قبلا مثلا به پدر میو کردی اون ناراحت شده، فرمون رو سریع بپیچونید، بدید گاز، بدید دو، بدید یا عقب یا جلو، لهش کنید برید. ولی حالا این چیز در باک موضوعیه که منم مثلا تو ماشینم باشم قبلا سعی میکردم تو ماشین راحت تره، مثلا اشاره میکنی و اینا. ولی بازم وقتی که من بهش فکر کردم دیدم ضررش بیشتر نفعشه. یعنی شاید حواس اون طرف و خودت پرت بشه یه اتفاقی بیفته، حالا یارو میره میبنده شیشه، اگه پایین باشی میتونی سرش بگی همون. نه آخه ببین من کلا کاسکت سرم بود، یعنی اصلا صدامم درست نمیرفت، اصلا گزینه مناسبی نبودی برای من الان. آره بعد روی چیز روی حواسم نبود، روی هلمتم هم دوربین گذاشتم، بعد اینم نمیتونم این چیزا رو فایزرم نمیتونم بدم بالا، اصلا درش باز بیمون وایزر هم نمیتونم بدم باز بیمون چی میشد. من هیچ سری کمک داشتم کمک کنم، کسایی که در باکشون بازه 10 نفر عقب بهشون گفتن نمیدونم، ولی خیلی مثلا برام اینجا اگه تو دیدی یعنی قبل تو هم آدما دیدن. آره ولی دیره. ولی نه دیر نیست، مثل کوگره، مثل کوگره. بذار بگم تو تنها کاری که میتونستی بکنی و فقط از تو برمیاد، میرفتی میبستی. میخواستم پیاده شم، گفتم بدتره، گفتم اینتروسیوه چیز میشد، میزدی در میرفتی. گفتم اینتروسیوه یعنی یه جام پشت چراغ قرمز مثلا چند تا قبل اینتروسیو نبوده. ولی دیگه حالا خلاصه این اتفاقی که دیروز افتاد جالب بوده. بریم سر اپیزودمون. خب امروز اپیزود 283 ماست. میخوام در مورد چی صحبت بکنم؟ در مورد استراحت کردن. اون موضوعاتی که در پیش اپیزودمون تو یوتیوب صحبت کردیم خیلی ربط داره به اپیزود امروزمون و اصلا نشأت گرفته از اون اپیزود امروز. تو اونجا صحبت کردیم که ما یه 3 روز و 2 شب رفتیم این مسافرت که فرهاد و فرزانه اومدن. این 7 روز و 3 شب خیلی باحاله. مسافرتو چرا با این ادبیات توصیف می‌کنم؟ خیلی دوست دارم. از بچگی من نمیفهمیدم. به همیشه گیج. همیشه 3 روز و 2 شب آها روز آخر شما معمولا شباش بیشتر بود یادتونه، چون پرواز مثلا اصل همیشه مثلا 4 شب و 3 روز بود. نه همیشه بله باش شبا کمتر باشه، روزا بیشتر بود، بستگی به اسپرسی شب. نه دیگه اونم روز حساب میشه دیگه، اسپرسی است چون ایران فرق میکنه، همیشه شب را میافته دیگه. واسن حالا اصلا رابطه به موضوع یه دونه همیشه از اون یکی یه دونه هاجک شده تمام شد. این حالا این سفر تجربه خیلی جالبی بود به خاطر اینکه گفتم من گوشیمو اصلا استفاده نمی‌کردم، کامپیوترمو برای اولین بار توی سفری با خودم نبودم. مثلا اون کلونایی هم که ما رفتیم، من یادم ایاد باشه یه دونه اسکایپ کال مثلا سر کال داشتم، صبحش رفته بودم تو تراس داشتم صحبت می‌کردم و اینا. این تجربه خیلی چیه گفتم یادم نبود. آه یاد نبود. اوکی من یه چیزی بگم، اگه ببینید من دارم عجیب صحبت می‌کنم، من 2 تا آفت خیلی عجیب روی زبونم زده. مثلا شبیه اگه عریض جی جی میخوام صحبت کنم اینطوری نیست واقعا. درد و مریضی تو به ما ندیون تو درد که هر مریضی گرفت داد به ما. نه این چیز من گاز میگیرم خودمو خیلی عجیب خود زنی داره. نه موقع غذا خودم مثلا زبونمو گاز گرفتم، بعد این میشه زخم بزرگه. ولی حرف زدن تو کی بود؟ الان همه فهمیدن آفتاری. نه چون الان موقعی که داشتم با کارون صحبت میکردم یه لحظه چیز شدم، خودم کانشس شدم. 2 تا آفتاری. روزی که از اون سفر برگشتیم من احساس میکردم که خیلی انرژی عجیبی دارم برای کارهای مختلف. مثلا احساس میکردم که خیلی خلاقم، میخوام برم کارهای مختلف بکنم. انگار مثلا یکی اون دکمه ریستارت منو پیدا کرد و یه فشار عجیبی به اون دکمه ریستارت تو بدن من داده. وقتی میگیم استراحتم دارم به استراحت ذهنی اشاره میکنم و به خصوص پری فرانتال کورتکس که میشه کجا؟ بله اشاره بکنید. بله میشه جلوی مغز سر شما که قسمتی از مغز که کارش فکر کردن، تمرکز، منطق و استفاده از اراده شما برای جلوگیری از کارهای یهویی و هوس و اینجور چیزاست. رگوله کردن احساسات، رگوله کردن احساسات، متعادل تعدیل احساس. برای این همه مسئولیتی که داره یه ذره استراحت هم به این بینوا بد نیست هر از گاهی بدیم. و حالا دوست دارم در مورد انواع در واقع نفع‌هایی که استراحت برای ما داره صحبت بکنم و مدل‌های مختلفی که وجود داره. بعضی‌ها شاید اونقدر واضح نباشه. اولیش یه چیزی هست به نام موومنت بریک که برخلاف اسمش به شما پیشنهاد میده که هر از گاهی یه تکونی هم بخورید. خب مثلا میگه که نشستن روی صندلی تحقیقات نشون داده که نشستن زیاد، چه سر کار، چه برای بازی کردن، چه سر کلاس، چه تلویزیون دیدن، شما رو تحت ریسک خیلی زیادی از مریضی‌های قلبی، دیابت، افسردگی و چاقی میذاره. خب که میگه که آقا هر 5 دقیقه که نمیدونم کسایی که اپل واچ دارن هر 5 دقیقه هر ساعت 5 دقیقه مثلا میگه که بلند شید راه برید یا تکونی بخورید و اینا، استرچ بکنید یا هر فعالیتی که دوست دارید که گردش خون توی بدن شما در واقع بیشتر بشه و یه کمکی به سلامت شما بکنه. از لحاظ سلامت خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. چی داری میخندی؟ نمیدونم. واضحه دیگه اینجا. خوشخنده ایم. واضحه؟ آره دیگه هر فعالیتی که دوست دارید باید. شما هر کاری دوست دارید، شما گردش خونه به وجود بیار. تو کل بدن هر کاری دوست دارید. یه چیز دیگه است این خیلی باحال، من اینو جالب بود برام. یه چیز به نام یه نفع دیگه که داره جلوگیری از دیسیژن فتیگ. دیسیژن فتیگ وقتی میگن که شما در طول روز به واسطه هر کاری که دارین انجام میدید مجبور میشین که تصمیم‌های زیادی بگیرید و این خستگی اول قدرت اراده شما رو تقلیل میده و همچنین قدرت استدلال شما رو هم کم میکنه موقعی که ذهنتون خست نمیشه. یک استدی خیلی معروف است که بهش اشاره میکرد توی اون مطلبی که داشتم میخوندم، میگفت یه سری قاضی‌های اسرائیلی بودن که به مراتب عفو بیشتری به زندانی‌ها و مجرما میدادن بعد از گرفتن 2 تا بریکشون در طول روز و هرچی که از اون بریک دورتر میشدن و به آخر روز نزدیکتر میشدن این عفو کمتر و کمتر و به صفر میرسید. یعنی میدیدن که از 1 ساعتی به بعد تا به حال هیچ عفوی مثلا صادر نشده برای هیچ زندانی. آقای حسن شماعی زاده هم راجع به شعر گفتن. بفهمید که هرچی ما میریم پیشتر و پیشتر. من دوست دارم. نه این برعکسه. کمتر. آره. که خسته میشم و بیشتر میرفتن سمت امن ترین گزینه به خاطر که قدرت استدلالشون کمتر میشد. میگفتن که من میگم نه برای همه امن ترین گزینه است. یارو دیگه مجرم اینجاست دیگه. فعلا امن نگه داریم همه چیزو تا مثلا دفعه بعدی که دوباره تقاضای مثلا عفو بکنه. این تازه دیسیژن فتیگ هم میتونه آدما رو خیلی در واقع کمک بکنه به کمک نه در واقع بدتر میکنه. پروکرستینیشن و عقب انداختن کارا رو تو طول روز خیلی بیشتر میکنه. اگر که آدما از لحاظ فکری خسته تر باشن همش سعی میکنن که کاراشون رو عقب بندازن و از تصمیم گیری برای کاراشون جلوگیری بکنن. خیلی این شرایط ذهنی بدیه. دقیقاً همین دیسیژن فتیگ. آره حالا کلا همون حالت خستگی ذهنی زیاد که کار کنی بعد جابجا نشی، محیط تو عوض نکنی و اینا، همش مثلا نشسته باشی پشت میز قشنگ به یه وضعیتی میرسی مثلا حس میکنی تو مغزت کلا 2 تا نورون فعالند و هیچ اصلا جلو نمیره هیچی، فقط اعصابت خردتر میشه. بعد حالا من خودم اینجوری اون لحظه پا نمیشم، هی میخوام مثلا اون مشکله رو حل کنم، بیشتر میشینی بعد بدتر میشه، بعد دور سر لج میافتی، دور باطل دیگه اصلا. آره. افتضاح. آره. سومیش میگه که استراحت‌های کوتاه انگیزه شما رو برای اهداف بلند مدت یا طولانی زنده نگه می‌داره. خب نویسنده‌ای که قبلا در موردش صحبت کردیم نیر ایال میگفتش که نیر ایال در مورد همون چیز صحبت کرده بودم. اپیزود اولمون چی بود؟ می‌خواستم بنویسم چه آدم رفت. اپیزود اول تلفظ این اسمش چیه؟ که حالا میگم حالا قبلا ازشون گفتیم، میگه که وقتی که داریم یه کاری رو انجام میدیم اون و براش داریم تلاش میکنیم اون پریفرانتال کورتکس مغز شما تمام تلاشش رو میکنه که شما به هدفتون برسید، کلی انرژی میذاره برای این کار و اگر که نیاز داریم که برای مدت زمان طولانی روی چیزی تمرکز بکنیم، تحقیقات نشون میده که اگر ما مدت زمان کمی ذهنمون رو درگیر کار دیگه‌ای بکنیم یا بهش استراحت بدیم میتونه انگیزمون رو دوباره ریجوونیت بکنه، میتونه زنده نگه داره، یادمون بیاد که داریم برای چی تلاش میکنیم. یه جا داشتم میخوندم میگفتش که آره ما میخوای بگی حواس پرت نباش. آره همون 273. آره باریکا. انگلیسیشو بگو. Indistractable. آره روی کتابشون بود. یه جایش هم میخونم میگفتش که آره بعضی ها میگن که ما مثلا انتا دودیت داریم توی مثلا 7 ساعت دیگه انتا دودیت مثلا چون یه فاینال اگزم داریم، یه پرزنتیشن داریم فلان و اینا، نمیتونیم حتی 5 دقیقه ما نمیتونیم زمان استراحت بگیریم، سر بخوریم. میگفتش که فوکستون رو عوض بکنید، مثلا اگه دارین برای فاینال اگزم میخونید برید 5 دقیقه روی اسلایدهای پرزنتیشنتون کار بکنید، روی عکس، مثلا برای اینکه عکس میخواین انتخاب بکنید برید اونجا مثلا 5 دقیقه عکس رو انتخاب بکنید دوباره برگردید. میگفت اون شیفتی که توی طرز فکر شما و روی موضوعی که دارین روش در واقع فکر میکنید به وجود میاد، اونم میتونه بهتون کمک بکنه، اونم میتونه یه وسیله‌ای باشه که میتونید ازش استفاده بکنید. ما دبیرستان بودیم، چرا معلم شیمیمون به ما میگفت، ما مسخرهش میکردیم. چی میگفت؟ شیمی تو کنکور، حالا کنکور ریاضی درس آخره، بعد ضریبش هم پایین‌ترین ضریب درس اقتصاد ضریبش 1 بود. کلا هم مال اونایی که ریاضی چیز بودن خیلی ممکنه با شیمی حال نکنن و اینا، اصلا تمرکزم روش نبود معمولا. حالا انقدر دیگه نخو بدبختا دیگه. نه اینجوری بود، مثلا ما همه چیزای دیگه میخونی خیلی با شیمی حال نمیکردیم. بعد مثلا این معلم شیمی ما هر سری خیلی بچه باحالی بود، میومد هر سری به ما میگفت بابا شما که طول روزتون فقط یه درس رو میخونید، چه جوری میخواید برید سر کنکور بشینید مثلا چند تا درس امتحان بدید؟ که ما همیشه میگفتیم بابا چه ربطی داره، اونجا دیگه میرید مجبوری عوض میکنی، ولی حالا تاثیر داره ظاهرا، باید موضوع رو عوض کرد. بعد چاره‌ایش اینه که همونطور که اصلا برای خودم صادق بود، گفتم استراحت باعث میشه آدم احساس خلاقیت بیشتری بکنه، بهینه کار بکنه و کار کردن بدون استراحت و بدون زمان دادن به خودمون میتونه باعث ته کشیدن ایده بشه و باعث خستگی بشه. یه تحقیق انجام دادن روی سری دانشجوها، دیده بودن که اون آها مومنت هست که مثلا یهو چیزی به ذهنت میاد موقعی که داری روی چیزی کار میکنی یا دنبال یه مثلا ایده میگردی، بهش میگن مثلا اون لحظه‌ای که به ذهنت میاد جواب سوالو مثلا، آره میگن که به مراتب خیلی بیشتر بوده بعد از گرفتن یه استراحت 5 دقیقه‌ای که کارون هم تو اپیزود 272 خیلی در این مورد صحبت کرد. بردم و اینا، آره در مورد دیسترکشن، دیسترکتبل مایند گفتی اسمش بود، تمرکز از دست رفت. آره اون استراحت نباید گوشی بگیری دست دوباره، نه دیگه اینم نمیگه، اینم میگه اصلا آتشخال بریزید. آره استراحت مایندفول باید بکنی، مدیتیت کنی. و پنجمیش هم یه چیزی هست به نام wake rest یا استراحت بیدار که میتونه خیلی هم مفید باشه. درسته که خواب نقش خیلی مهمی داره، ما هم در موردش اپیزود رفتیم، حالا الان میگم کدوم اپیزود بوده الان یادم نمیاد عددشو، ولی که خواب به مرتب کردن ذهن شما خیلی کمک میکنه و اتفاقایی که تو طول روز افتاده رو میتونه کنار همدیگه بچینه که شما یه سری چیزایی یادتون بمونه. ولی کلی تحقیق انجام شده و به این نتیجه رسیدن که در طول استراحت توی طول روز که موقعی که خواب نیستیم هم ذهن ما شروع میکنه وقایعی که همون لحظه اتفاق افتاده رو شروع میکنه چیدمان کردن، شروع میکنه به مرتب کردن و به ما کمک میکنه که یه سری چیزا یادمون بمونه. و همچنین یه چیز دیگه هم که هست، میگه که خستگی زیاد فکری ما رو از باورهای اخلاقیمون هم دور میکنه، مثل همون جاجه بود، اون قاضیایی که گفته بودم. یعنی وقتی که خسته ایم ذهن ما یاری نمیکنه که یادمون بیاد که ما اون در واقع اخلاق مداری که بهش باور داریم چی بود. یکی یه سری تصمیمایی میگیریم که موقعی که شاید خسته نیستیم اون تصمیما رو نمیگیریم. آره دیگه، مثلا یه کاری به تنگنا رسیده اینا، میگی بابا دیگه بزن آره اصلا دیگه ولش کن دیگه. آره اینو فکر کنم خیلی شاید بعضی موقع تجربه کرده باشیم، میتونیم حتی خیلی تعمیمش بدیم به بعضی موقع خانواده خودمون که حالا توی تحت فشار مالی شاید تو ایران دارن زندگی میکنن. بعضی موقع میگن که آره به خاطر فشاری که رومون بود ما همچین تصمیم گرفتیم، ولی خب منی که اینجا نشستم میگم او شاید این تصمیم اخلاقی هم نبوده، ولی هیچ وقت خودم رو جای اون طرف نذاشتم ببینم واقعا تو چه زمانی این تصمیم گرفته شده. یه چیز دیگه هم هست، میگفتش که آقا چه زمانی ما بیایم مثلا بریک نگیریم، که اینم کارون در موردش صحبت کرده بود، در مورد استیت اف فلو. میگفتش که بعضی موقع تو میفتی توی یه در واقع یه روندی که داری یه کاری انجام میدی که هم ازش لذت میبری، هم داری خیلی پروگرس خیلی زیادی داری، خیلی کاره داره خوب پیش میره، دیگه افتادی توی موجی و سوار شدی، این کارم داره پیش میره. میگه آره اینجا حالا لازم نیست که تو هر یه ساعت مثلا وقت بذاری چه میدونم 5 دقیقه بریک بگیری، به خاطر اینکه واقعا افتادی توی اون موجو، داری باهاش حرکت میکنی، ازش لذت میبری، خسته هم نمیشی. اصلا یه سری از این دونده هایی که هستن میگن که میافتن تو اون استیت اف فلوشون که دیگه طرف مثلا چه میدونم 7 ساعت رو میدوه بدون اینکه خسته بشه، بدون اینکه اصلا توی ذهنش در واقع خطور بکنه که آره من الان دیگه باید وایسم مثلا یه بریکی بگیرم یا مثلا خستگی در بکنم. گفتش که خیلی خوب اون به اون استیت اف فلو رسیدنه چیز عجیب غریبیه. آره میگفتش که سعی نکنید که مثلا حالا ما اینا رو که داریم میگیم سعی نکنید اون استراحت کردن رو هم فورس بکنید به خودتون، چون که بعضی موقع میافتید توی استیت اف فلو و این خیلی بهتون کمک میکنه که کارا رو پیش ببریم و اصلا از اون در اومدنه میتونه شما رو خسته بکنه، به خاطر که میتونه کانتر پروداکتیو باشه. شما مثلا دارید خیلی پیشرفت خوبی دارید میکنید، به زور خودتون از اون شرایط بیارین بیرون و دوباره رسیدن به اون شرایط میتونه سخت باشه. کسایی که میافتن تو اون استیت اف فلو. یه آقای بود که قطب شمال و دویده بود، جوروگن داشت امروز صحبت میکرد، یه سورتمه به خودش میبست که آره که بتونه وسایلی که نیاز داره چادر و اینا رو بخوش ببره، داشت برای یه رکوردی میدوید که بتونه از یه نقطه برسه به یه نقطه دیگه. 2 نفر داشتن با همدیگه این کارو میکردن. بعد میگفتش که داشت که باش مصاحبه میکرد، میگفتش که آره من موقعی که شروع میکردم، موقعی که تمام میکردم نمیفهمیدم طول مسیر چه اتفاقی میفته. میگفت من میرفتم تو استیت اف فلو، دیگه شروع میکردم دویدن و دیگه اصلا از همه چی بیخبر میشدم تو ذهن خودم و دقیقا میدونستم که فوکس 100% میدونستم کجا باید برم و دیگه اصلا سرما و اینا رو تقریبا به هم تأثیری نداشت، با اینکه داشت دو قطب شمال خیلی باید به ذهنت مسلط باشی که به فیزیکته. 6 سال تمرین میکرده، یعنی برای این کاره میدونی مثلا 6 سال زندگیشو گذاشته که بتونه همچین رکوردی رو بزنه. عادت شده بوده بعدش. آره دیگه بهش تاثیر نداشت. حالا بیایم از خودمون سوال بپرسیم. اون سوال اینستاگرام که من گذاشته بودم توی اینستاگرام سوالی گذاشتم توی اینستاگرام، گفته بودم که هر چند وقت یک بار استراحت میکنید و مدل استراحت مورد علاقتون چیه؟ من چند تا از جوابا رو میخونم، جالب بود. مایک گفته ما وسط استراحتمون به کار و زندگی هم میرسیم، همش دارن استراحت میکنن. میریانوفسکی فرموده بودن که فیلم میبینم و خیلی کم میرم سمت فضای مجازی. شنونده ما انچرا خارجی اسم همه خیلی عجیبه. اون یکی هم اسمش ادوارده. ادوارد نوشته بودن که به ندرت اکثرا هم حالم بد هست، برای همینا فکر میکنم باشه که حالم بد، زیاد در واقع استراحت نمیکنن. الناز گفته بود الان که تو شرایط کرونا همه چیز به هم ریخته، ولی تو شرایط معمولی هر 3 ماه یک بار. ماهده گفته بودش که اینکه چی کار میکنم با اینکه جیبم اجازه میده چی کار کنم خیلی متفاوته. سارام گفته بود هر 6 ماه یک بار کلبه با دوستان، فسق و فجور. به به این خوبه. باریکل. حالا شما خودتون چی کار میکنین؟ میخوام از خودتون بدونم نظر خودتون رو در مورد استراحت، اصلا برنامه میچینید؟ من بگو تو که زندگیت خیلی رو به رفالتون زکر، بگو که بدونید چیکار میکنی. نه حالا من هر روز یه جوج میزنم. بگو ایزا فالس نیوزه. من حالا شخصی نمیخوام میگم، ولی اینی که گفتی که خوبه که مثلا هر چند وقت یه بار تمرکز رو تغییر بدی اگه یه کاری داری. من اینو استفاده میکنم تو کار. حالا پروژه‌ای که ما هستیم یه جوری تعریف شده که مثلا کارهایی که نیاز داریم یه تعداد خاصی مهندس مثلا برنامه نویس هست و همه تیما اگه مثلا این کاری میخوان، ریپورتی میخوان، و برن به این تعداد محدود بگن آقا مثلا کار ما رو این کار هست، اونا هم رو حساب اولویت اون کار انجام میدن. بعد خب الان به خاطر کرونا و مثلا کارهای دیگه که داریم، اینا مثلا اولویت‌های کارهایی که دارن میکنن مثلا همون کارهای کرونایی و ایناست. مثلا کارهایی که ما میبریم میگن برو مثلا چما بعد بیا مثلا برو عصر. آره. و حالا من یه کاری که میکنم، چون با اینا رابطه خوبی هم دارم، بهشون گفتم که ببین شما خودتون سر میره دیگه، همش دارین رو این کارهای کرونایی کد میزنین و اینا، اگه هر موقع مثلا خواستی یه بریک چیزی بگیری یه مسیج به من بزن، من یه کار غیر معمول بهت میدم، مثلا با این کارت فرق داره. و این کارو میکنن اینا. اینا مثلا به من میگن منیپولیت میکنن. آره، یه کار صبح مثلا به من میگه یه کاری مثلا داری به ما بدی، مثلا خیلی دیگه فوکس شدیم، میان یه دشتی از این میگیرن میرن و جواب میده. من مثلا کنار کارم دارم کارا خودم رو پیش میبرم، اینام دارن رو کارهای مثلا های پرایوریتی کار میکنن، ولی دو طرف راضییم دیگه. خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر. چیله همه جا چیل بودنش کمکش میکنه، سیطره داره، فیصله میده. تو چی؟ ولی شخصی اصلا برنامه میریزی که مثلا چون که نه خب فرضا فکر نه، ولی حالا من هرگاه واقعا به فرضا حسودی میشه، چون که مثلا میگه که من فلان موقع مثلا قبل کرونا بیشتر اینطوری بود که مثلا میرفتن یه کابینی گرفته بودن، یه دفعه ما گفته بودی رفته بودین توی جایی که نه آب بود نه برق بود نه هیچی، از فرار کردن تو کرونا بودن، نمیدونم دقیقاً کی بود. یا میگم احساس میکنه بیشترین برنامه رو داره برای خودش از لحاظ تفریحی. حالا شاید هم از دید من اینطوری، یا شاید تو ذهن تو اینطوری نمیشه، فکر کنی من خیلی دارم اشغال میکنم، ولی هر از گاهی من تو رو الگو قرار میدم، میگم که خب مثلا باحاله که این کارو بکنیم. یا مثلا توی این گروهی که هستیم من و فرهاد فکر کنم بدترین تو این قضیه، مثلا کارون چون میرفت قبل کرونا میرفت تورنتو، رفتی چند بار، رفتی مونترال فکر کنم، رفتی کوبا رفتی. اینا برای من خیلی جالب بود و جذاب بود و الان دارم سعی میکنم که الگو کارم قرار بدم. حالا من اتفاقا اونقدر چیز مثلا برنامه دقیقی ندارم، مثل این مسیجی که اومده بود که آقا مثلا سر سه ماه یه بار این کارا رو میکنم. اگه بخوام مثال بزنم، پسر عمم که حالا میشناسیش اینجا هم هست، اون مثلا خیلی اینطوریه که آقا من حتما 6 ماه بار یه سفری برم. اونطوری من اصلا اونطوری نیستم، ولی آره یه چیزی میتونم در این مورد بگم. یه کالچر شاکی که ما فکر کنم قبلا در موردش صحبت کردیم، ما رفتیم استرالیا، بابای من تعریف میکرد، میگفتش که آره مثلا همکار من اومده گفته که من 6 ماه دیگه سفرمو بوک کردم میرم. یعنی اصلا ما الان مثلا اینطوری خیلی جالبه دیگه، که به من میگفتش که آره مثلا 2 هفته پیش میگفتش که آره 2 هفته دیگه یک شنبه میتونی وقت بذاری فلان کار بکنی. گفتم حالا کوتاه 2 هفته دیگه ببینیم چه خبره. یار برای 6 ماه بعدش برنامه داره، میگه من فلان روز میام سفر. کالچر شاک بستگی به آدمش هم داره، خیلی بیشتره توی نه لزوما تو استرالیا میگم خیلی بیشتره. استرالیا که اصلا چیزن معروفن به این. آره میگم خیلی جالب بود برای ما که یه همچین دیدی نسبت به مسافرت و بریک گرفتن و عشق و حالشون داشتن. یا مثلا داشتم امروز به فکر کنم یکی از شما میگفتم که توی استرالیا من تو شرکتی که کار میکردم این مثلا مدیره میگفت ببین تا موقعی که این کمپانی آتیش نگرفته ویکند ما زنگ نزن، یعنی اصلا نیاز نداره ما با هم دیگه صحبت بکنیم. درود به شرفمون. آره میگفتش که ویکند که واقعا فقط یک بار تو طول اون 2 سالی که من اونجا کار میکردم اینا یه ریلیس حماقت کردن، جمعه ریلیس کردن، شنبه صبح ساعت مثلا تازه 10 مدیره به من زنگ گفت میتونی یه ساعت کار بکنی مثلا اشکال نداره اینا. گفتم آره مشکل نداره اینا. بعد فرداش به ما یه گیفت کارت مثلا $100 فلان جا هم دادن که آقا دمتون گرم شما ویکندتون زدین یه ساعت برام کار کردین. درود به شرف مدیر. آره اینطوری بود. الان اینجا که اصلا باش اینجا که 10 شب 7 صبح اصلا مهم نیست، بچه‌ها دلتنگت میشن. آره واقعا خیلی دلتنگ من میشن دیدنش، بعدش دلتنگ. بگو ببخشید من پریدم تو حرفم. نه خواهش می‌کنم. من واسه هم اینطوری بوده که خیلی بیشتر کاره یا نوع کاری که داشتم میکردم یا میکنم تعیین میکنه که آقا میتونم برنامه مدون داشته باشم واسه تفریحی حالا مسافرت و اینا یا نه. به حالا در این حال میخواستم بپرسم که تفریحه چی تو ذهنمونه؟ مثلا ما پرچنگ‌های یهو بیرون شهر مثلا میزنیم میریم، یا مثلا مسافرت برنامه ریزی شده رو بعد نظرمونه. نه ببین من تفریح به که واقعا توش استراحت اتفاق بیفته است. یعنی من همیشه هر موقع که میخواستم برم مسافرت اولین چیزی که پک میکردم لپتاپم بود، که اگر یهویی خدایی نکنه مثلا من مجبور بشم لپتاپمو چک کنم مثلا کار پیش بیاد، چون که دیگه من دارم میرم مسافرت دیگه. حالا دیگه اگه بدون نبودن من قرار آتیش بگیری دیگه بذار آتیش بگیری، چیکار کنم دیگه. الان حالا یه نکته بگم در مورد این سفری که رفتیم، من اینو متوجه شدم در مورد تو، فکر میکنم همینطور که میگی دفعه اولت بود که کامل دیسکانش بعض هم یادم میاد مثلا چند ساعت نشسته بودی روبروی اون آتیش، چشات هم بسته بود اصلا اینجا نبود اصلا. آره ما ایمانو خیلی زیر نظر داشتیم تو سفر، واسه همه جالب بود که سنم هستا چون نه مشخص بود که حالا هم این برای کارهایی که می‌کنی هم خیلی خسایی تلمبار داشتی رو هم و کلا اومده بود که استراحت کنه. یه سری کارهای ما ازش می‌خواستیم مثلا میگفت ول کنید اومد استراحت کنید دیگه. عکس زیادم ازش گرفتم در حال استراحت. آره من هر عکسی ازم دارن خوابیدم مثلا یه جا بیرون. درستش آره نه کار درست داشت می‌کرد. ولی آره میگم که به کارم بستگی داره. مثلا یه دورانی که حالا مثلا کار منطوری بود کارم، خیلی برنامه ریزی میشد کرد. مثلا من ایران رفتنم هم حتی برنامه شد داشتیم میرفتیم اینا. ولی خب الان که دیگه اصلا سیستم کار کاملا متفاوت شده و شبانه روزی آره نمیشه. مثلا شاید واقعا لحظه‌ای بشه تصمیم گرفت. واسه من کار خیلی تعیین کننده است که آقا میشه بری نمیشه بری. تو چه جوری؟ حالا اینو میگی من یادم اون سری که سری دوم که رفتم تورنتو روژینو دیدم. روژین خب با فرهنگ اینجایی ها خیلی بیشتر آشنا. از من پرسید روژین سلام پرسید که تو مثلا بخوای به خودت برسی چی کار میکنی؟ این یه سوالی که خارجی ها خیلی میپرسن اصلا. و treat yourself مثلا آره مثلا بخوای مثلا از خودت مراقبت کنی یا همپر رو میخوام سلف کیر آره. یه جوابی سرهم کردم. بعدا هم مثلا چند وقت پیشم دوباره یه خارجی از من پرسید و مثلا چون خود اونا حالا خارجی مثلا چون ماساژ میرفت نمیدونم فلان چیزو میرفت میرم میدوام مثلا ما بریم پدیکور نداشتیم جواب. ولی حالا تا قبل کرونا من سعی میکردم که هر سال یه دونه مسافرت برون مرزی حالا نه روزمان برون مرزی مسافرت برنامه ریزی شده با یه زمان خوب رو برم. وطن دوممون رو رفتم، وطن اول چند بار رفتم و تورنتو اینا هم که بود. ولی خب کرونا زده همه چی خراب کرده دیگه. امسال یک سال خورده گذشته فکر کنم فقط یه دور من یه ویسلر رفتم تابستون، اونم یکی دو روز بود. یه نکته که حالا من تمام شد صحبته؟ بله بله ببخشید یه حسکم پریدم. یه سفری بود حالا جسته گریخته راجبش صحبت کردیم که من و فرزاد همون پسرم هم رفتیم اروپا. یعنی رفتیم آلمان و حالا اتریش و سوئیس. بله بعد می‌چینی میگه آلمان و سوئیس انگار مثلا رفتن. نه خب اون شهرایی که بودیم مثلا برنابی و مثلا شهری که بودیم قشنگو برگلا خوب جانش یا نجیبه ولی به موقعش زهرمش دریده میشه. بهش که فکر کردم یا مثلا الان همین الان دارم بهش فکر می‌کنم این بود که اون سفر کاری بود. خب حالا می‌خوام بذارمش تو یه لحظه سفر کاری می‌خواستم ایمانی می‌خواستم بذارمش اینجوری کاری می‌دونی که بدم یا که دستشو شل باشه هر چی توی این کد گذاشتن دست شلتر رو مختر برای من خوب اینجوری. آره سیف باشه مثلا یارو تلاش می‌کنه ولی مثلا دستش اینجوری مثلا این ماهی مثلا هم غلط استفاده میشه بزنیم برای کارون از اینارش باشه این کارون. حالا خب سفر کاری خب واقعا من باید میرفتم مثلا یه سری آزمایشات پزشکی واسه کارهای سربازیون رو انجام میشد مجبور بودم برم و چون مجبور بودم آقا ما این سفر رو جورش کردیم که بریم و اینا. ولی دارم فکر میکنم اگه که من میخواستم که برنامه سفر به اروپا بریزم شاید هیچ وقت اون کار نمیکردم چون یه جبر آره چون یه اجباری بود با یه اتفاقی افتاد اوکی آقا مثلا هماهنگ کنیم برنامه‌ریزی کنیم بودجه بهش اختصاص بدیم بریم. ولی الان تو خب مثلا دیگه حال کرونا هم که شد اصلا حال و هوا همه چی تغییر کرده نمیبینم که آیا اون موقع اگه همون تایم بود برنامه سفر مثلا این چند تا کشور رو میریختیم. این حالا غیر جبر آموزش و چیزم هست دیگه. من نسبت به خودم رو دارم میگم اینطوری یا مثلا برگردیم به صحبت مدیر ایمان توی توی استرالیا. من مدیر خودم تو محل قبل همینطوری بود. یعنی من خیلی تعجب میکردم مثلا من میخواستم اضافه وایسم اینا میگفتم آقا برو این کارته دیگه سکه تعطیل میشی ایمیلت هم چک نکن. ولی من اینطوری بودم که نه خب غیرت کاری چی میشه ما وایسیم و اضافه و اینا. ولی خیلی فکر کنم به تربیت و اون نوعی که تو ما نهادینه شده برمیگرده. من استرالیا که بودم، حالا از سال در واقع دومی که اونجا بودم، یه سری از کسایی که می‌خواستن استخدام بکنن اینترویو منو می‌بردن و قشنگ مشخص بود که معیارای من با معیارای تمام استرالیایی دیگه متفاوت بود. یعنی مثلا اگه ازش می‌پرسیدم که مثلا چه می‌دونم سوال ازش می‌پرسیدم، من دنبال یه جواب دیگه بودم ولی جواب درست چیز دیگه بود واقعیتش. می‌دونی چی میگم؟ حالا جواب درستم ولی جوابی که میداد اگه از نظر من اشتباه بود واقعا اشتباه نبود، چون تو فرهنگ اونا اینطوریه. مثلا امروز داشتیم در مورد همین صحبت می‌کردیم، در مورد گفتم که مثلا روز اول طرف بره نوتیس بریکش هم بده، شاید واقعا چیز خیلی عجیبی هم نباشه چون تو برای زندگیت برنامه داری. میدونی چی میگم؟ اون کانسپتی که تو زندگی کار میکنی که زندگی کنی یا زندگی میکنی که کار کنی، این خیلی کانسپت مهمیه توی همون حالا جوامع خارجی. موقعی که کاری میری توی کمپانی که کلن فرهنگ خارجی داره، فرهنگ غربی داره، اینا زیاد بد نیست. ولی فکر کن تو مثلا توی شرکت تو ایران استخدام بشی، روز اولی که میخوای بری بگی راستی من هفته دیگر رو نمیتونم بیام، یارو خب یه سری انگوش به شما نشون میده میگه برو اینو. همینجا من کارم که عوض شد، این سفره که رفتیم توی محیط ایرانی بودم، حالا گفتم راجع به کار و اینا، نمایشگاه ماشین بود. من بعد از قبل اینا میگفتم، وقتی گفتم گفت با تازه اومدی داستان چیه، اینجا شبانه روز باید کار کنیم، باید اضافه ساعت وایسی، اضافه کاری بکنی اینا. کاملا میگم اون فرهنگ خیلی خودش جای مختلف نشون میده. چیزی که من دیدم اینه که مدیرای غربی، یعنی مثلا آمریکایی، کانادایی، حالا تو تجربه شخصی من، اونا خیلی به این قضیه احترام میذارن که آقا ویکند تو برای توه، مثلا عصر 5 و 6 به بعد دیگه لزوما تو نباید جواب کسی رو بدی. خیلی پایبندن به این قضیه، چون خودشون هم این کارو میکنن. از اون به بعد برای خانواده‌شون اصلا کار و اینا چیز نیست، چون به خودش داره احترام، یعنی میخواد که تو هم همین تریتمنت رو نسبت به اون داشته باشی. ولی تو تجربه من دیدم که متاسفانه مدیرای شرقی اینطوری نیستن. حالا شرقی میتونه ایرانی باشه، هندی باشه، چینی باشه، یه تایمای عجیب غریبی ممکنه کار کنن، یه حالت حالا نو لایف تور ممکنه باشن این آدما، چون زندگی دیگه ای ندارن، تفریح دیگه ای ممکنه نداشته باشن. نه همه، قطعا نمیشه راجع به همه صحبت کرد، ولی یه سریاشون چون میدونی بعد دیگه ای خیلی زندگیشون ندارن، همه چیز میشه اون کاره. ولی چیزی که من دیدم معمولا غربی‌ها 1000 تا کار دیگه هم داره میکنه، زندگی میکنه، بعد حالا کارم یه بخشیشه. خب بعضن هم به دید ارزش بهش نگاه میکنن، میگن طرف دیگه شب و روز نداره، کارش واسش مهمه، یعنی هر موقع کار پیش بیاد و اینا هست، میدونیم که هست، ولی واقعا خب ارزش نیست، زندگی همشون کاره نیست. حالا من داشتم میخوندم در مورد همین موضوع، یه سری 3 تا راهو پیشنهاد کرده، راه مختلف بود ولی 3 تا راهی که به نظر من جالب بود. اولیش این بود که میگفتش که برای استراحت کردنه یا حالا این مغزتون رو ریست کردن در طول روز، راه رفتن و ورزش کردن خیلی کمک میکنه. یه استادی انجام داده بودن روی دانشجوهای دانشگاه استنفورد، میگفتش که کسایی که در طول روز اون 5 دقیقه واکینگ بریک میگرفتن و میرفتن راه میرفتن، به مراتب نمره های بهتری داشتن یا به مراتب پروژه هاشون موفق تر بوده. با اینکه شاید از موقعی که با این مقایسه کرده بود، موقعی که وارد دانشگاه شده بودن شاید نمره های زیاد خوبی هم نداشتن. یعنی میگفتش که اونا مثلا اینطور نبودی که زندگیشون از اول خیلی عالی بوده باشه. میگفتش که این راه رفتنه به همون آها مومنت ها و اون در خلاقیت ختم میشد. دومیش این بود که میگفتش که برای اینکه بتونید ذهنتون رو دوباره فعال بکنید، یه استراحت بکنید، وصل شدن دوباره به طبیعت. که خب من اینو خیلی شدید تجربه کردم توی مثلا هفته گذشته و اینطوری بود که قشنگ وسط جنگل بودی دیگه. داشتم مثلا میگفتم برای گرمامون باید آتیش روشن میکردیم، مثلا بوی دود میگرفتیم، چه میدونم حمام شاید اونقدر فشار آب قوی نداشت. می چی میگم؟ خیلی طبیعتی که اطرافمون بود خیلی زنده بود. یارو میگفتش که چند ماه پیش یه کویر اومده خرشون رو خورده، گفت مثلا گرگ حمله میکنه به مرغامون اینجا. می‌بینی قشنگ وسط طبیعت بودی. این چی میگم تو نبود که آره فرهادینا که شب می اومدن میگفتش که آره پر آهو و مثلا روباه و اینا بود تو جاده آره. که ما داشتیم می اومدیم. پر چش بود. این تماشاچی‌ها نشسته بودن در جاده. آره خیلی مثلا شبش خیلی جالب بود که فرهادینا که اومدن می‌خواد تو شب بگیم. میخواد صحبت رو ادامه همون شبش که فرهادینا اومدن فرهادینا خیلی شب مثلا یک شب رسیدن فرهادینا. بعد به من گفتش که ما تو خونه دیگه بودیم مثلا داشتیم دیگه مثلا لش کرده بودیم غذا خوردیم مثلا افتاده بودم رو مبل، من افتادم جلو شومینه و اینا. بعد فرگوسی که وای بیرون دیدین؟ گفتم نه چی بیرون؟ ببین اومدم بیرون دیدم انقدر فیلماش ستاره بود اصلا کرکوپرم ریخته بود. مثلا ما یه میز خیلی بلند بود مثلا یه میز شاید مثلا بگم 15 نفر مثلا 16 نفره خیلی دراز نیمکتور ما رفته بودیم دراز کشیده بودیم رو نیمکت مثلا داشتیم آسمون رو نگاه می‌کردیم شاید یک ساعت یه ساعت و نیم ساعت 3 صبح اتفاقی هم که میافتاد این شهاب سنگا آره کلی مثلا ستاره دنباله دار که مثلا داشتن چیز می‌شدن این بود. من دفعه اولم بود که اینطوری می‌دیدم آسمونو. میدونم که خیلی ها مثلا میرن کبیر و اینا ولی من نرفته بودم خیلی. من تا اونجایی که دیده بودم تو استرالیا یه جایی بود که تو سیدنی مثلا درایو می‌کردی 40-45 دقیقه میرفتی واقعا یه جا تو دل کوه بود و میافتادی توی یه چیز میافتادی توی در واقع دره تور که دور و برت آیسولیت بود در واقع نور شهریه بهت چیز نمیشد اکسپوز نمیشدی به اون نور شهریه قشنگ میتونستی آسمون رو ببینی. اولین ستاره دنباله دارم من اونجا دیدم که اون خیلی دیگه واضحه و یه دونه ستاره دنباله دار من و فرهاد با هم دیدیم جفتمون توی که وای چی بود اینو اصلا خیلی عجیب بود. یه بچهای ایران تجربه خوبی راجع به این قضیه دارن تور کبیر می‌بردن کبیر مصر و اینا البته کارهای دیگه هم اونجا می‌کردن پارتی عجیبی اونجا انجام میشد ولی یه وقتیش هم این بود که حالا برن ستاره رو ببینن ولی آسمون کبیر می‌دیدید معروفه دیگه خیلی عجیب غریبه. و یه چیز دیگه هم که کارون بهش اشاره کرد عوض کردن در واقع جایی که دارین کار میکنین. حالا من اینو توی یکی از همکارام تو استرالیا دیده بودم که این ما اوپن دسک پالیسی داشتیم حالا هر کسی جای خودش رو داشت ولی کسی دیگه هم این هر از گاهی مثلا میرفت جاهای مختلف آفیس میشنست کار میکرد. یه دفعه ازش پرسیدم که چیه داستانش گفت من جامو عوض نکنم حوصله‌ام سر میره. گفت من دوست دارم که مثلا جاهای مختلف بشینم اون اطرافم محیط اطرافم عوض بشه. وقتی که مثلا مدت طولانی چون مثلا یک ماه یه جا میشینم بهش عادت میکنم مثلا یه جوری اونقدر پروداکتیو نیستم اونقدر بهینه کار نمیکنم. میگفتش که اگر که جاتونم عوض بکنید مثلا در طول روز حالا در طول ماه چند جای مختلف کار بکنید اینم میتونه بهتون کمک بکنه. یا حتی مثلا دیده بودم که بعضیا توی دانشگاه مثلا از کتابخونه مثلا میرفتن چم تو چمنا میشستن 2 ساعت درس میخونن دوباره برمیگشتن. اون عوض کردن آره اون تنوع مکانیه هم میتونه خیلی ولی کمک بکنه. جالب من یادم تو دانشگاه بودی استادی برعکس اینو میگفت شما همیشه اگه یه جا باشید شرطی میشید که اونجا وقتی هستید یاد بگیرید. میگفت مثلا سر کلاس میرید سعی کنید همیشه روی صندلی مشخص بشینید یا حالا تو خونه اگه جایی کار میکنی جاتون مشخص باشه که شرطی بشه. این چیزی بود که من خونده بودم ولی خب اینم که تو میگم میتونه منطقی باشه. آره ولی حالا اون محیط عوض کردن خیلی موثره مخصوصا وقتی روی چیزی گیر کردی خیلی لازمه پاشی یه قدمی بزنی یه کلاتی هوایی بخوری. الانم من وحشتناک دارم اینو حس میکنم این کرونا دیگه اذیت داره میکنه از خونه کار کردنه بازدهی رو میاره پایین تایم خیلی زیادی مثلا حالا من پشت کامپیوترم ولی اونجوری هم بازدهی بالا نیست که بگی همیشه دارم با پرفورمنس خوبی کار میکنم. این چون سخت محیط رو عوض کردم بعد کسی نیست دور و برت مثلا سر تو آفیس باشی میرید از میز تا آشپزخونه مثلا راه بری خودش یه محیط دوست 4 تا آدم دیدی ولی خونه بودن دیگه. پیشنهاد بدم لایو یا آفیس کوچیک بگیریم 4 تا نه اونجا کار نمی‌کنی شما کثافت میشه. آره و اچارم بیاد آره خلاصه این بود اپیزود این هفته. من خواستم در این مورد صحبت بکنم در مورد اتفاقی که افتاد و تجربه خود من باهاش شاید به بعضیا کمک بکنه. من میدونم که حالا با چند نفر که صحبت میکردم میگفتن شرایط مالیش وجود نداره سخته الان توی کرونا آره ساشا نمیذاره آره 1000 تا مشکل میتونه به وجود بیاد ولی خب سعی بکنیم که برای همچین چیزی برنامه‌ریزی بکنیم، سعی بکنیم که بخوایم که همچین اتفاقی بیفته. من واقعا توی چند سال گذشته نمیخواستم، واقعا احساس میکردم که نه بابا حالا میریم جمعه مثلا چند 2 ساعت نتفلیکس میبینم، میبینی چی میگم، مثلا اینطوری وقت برای خودم میذاشتم. ولی کلا دیسکانکت شدن از اون محیطی که وجود داره خیلی میتونه کمک بکنه از لحاظ ذهنی که آدم‌ها خلاق‌تر بشن. شاید اون فشار مضاعفی که ما هر روزه میخوایم به خودمون بیاریم که آره ما بریم موفق بشیم، بریم کارا رو انجام بدیم، شاید بعد از مدتی باشه سازمان بسازیم. آره میگن چیزی عکس داشته باشه، تأثیر معکوس داشته باشه. من چه خبره توییتر؟ چه خبر؟ نه یواش باید حاجی توییتر چه خبر؟ نه این چیزایی مثلا شبکه من و تو اینطوری میکنه دیگه. خب مریم جون توییتر چه خبر؟ فرزاد جون. من حالا یه چیز جالب بگم در مورد همین بحثمون. ما یه ماهی داریم که ایمان آشناس باش و تازگی هم تخم خیار کاشتم و اینا دارن رشد میکنن و اینا ربط دارن. آره احتمالا میخواد نه اینا جزو چیزایی میشه که من مثلا کارمو که شروع میکنم، چون از خونه کار میکنم، مثلا 2 ساعت که میگذره تایم داره دیگه، باید بلند مجبور میشم که پاشم به ماهی غذا بدم، اون خیارانم یه سری بزنم، یه آبی بدم. اینا کمک کرده تا ربط هم نداره. خب من فکر ربط دارم، فکر مثلا تخم خیار رو میده به ماهی. من فکر ماهی تخم خیار گذاشتم، گفتم شاید تخم خیار رو تو تنگ ماهی کاشته. اون اتفاق چون این کارم میکنی تخم بزنم تو ماهی اسلاید بکنه. خب گرافیکی توضیح ندید. خب یه چند تا کامنت بخونم. سمانه کامنت گذاشته بود که سلام سمانه، ولی کاش روژین هم تو اپیزودا می اومد. آخه از همین تعداد اندکی حضورش تو اپیزودا میشه حس کرد چقدر مهربون و کیوته. خیلی مهربون. روژین اگه کامنت رو میبینی بدون خیلی نازی. خانم سمانه فکر کنم ترجیح میده که به ناز بودن شناخته نشه. به این شناخته شید چون مثلا خوب حرف میزنه، فکر خوبی داره. شاید من دوست دارم به ناز بودن شناخته بشم. مگه من دیشب داشتم یه برنامه روانشناسی می‌دیدم، اونجا دقیقاً همین اتفاق مشابه افتاد. آزمایش ران می‌کردن، یه خانم رفت جوک گفت. اینا می‌خواستم مقایسه کنم ببینن مثلا مردا بهتر جوک میگن یا خانم‌ها. خانم رفت جوک گفت، بعد این از دور یکی داد زد گفت آره مثلا خیلی کیوتی و اینا. بعد اومده بود بیرون میگفت من اون موقع نمی‌خواستم کیوت باشم. من می‌خواستم فانی باشم. اومده بودم جوک. اینو من یادم قبلا یکی دیگه از دوستام بهم گفته بود، گفتم مثلا من یه کاری میکنم بگم وای مثلا چقدر تو کیوتی، من اصلا اون موقع نمیخوام کیوت باشم. برای همین من در تمام شرایط میخوام کیوت باشم. هر موقع از کیوت ذاتی یکی بگید ازش حمایت کنید. آره من بگید ناز. یه نگاه به خودت ملوس، چرا باید یکی به تو بگی ناز؟ دهن کوچیک نداره که داره اینجا دهن انقدر دهنم کوچیکه خودمو گاز میگیرم. هادی کامنت گذاشته بود در مورد اپیزود کارون که زنده باشی، تایتلش بود کی بیشتر حرف میزنه. گفته بود به نظرم بستگی به درونگرا و برونگرا بودن آدما هم داره، چون درونگراها کلا کمتر حرف میزنن. اینم درست. کسرا هم کامنت داده بود که اپیزود عجیبی بود، برای اولین بار بود میدیدم کارون در این حد میخنده. عالی بود و بی سابقه. آقا ما هم انسان موجود زنده احساس میکنم بقیه همچین چیزی ندارن، همچین باوری ندارن که تو موجود زنده ای. این برمیگرده به اون کامنت ها که میگفتن که دفعه اولشون بود که تصویری میدیدن و کلا کارون فرق داشت با اون چیزی که تو ذهنشون بود. تو همون راست ساشا نمیذاشت ولی هیچ وقت هیچکی نگفت چی فکر میکردن. آره قبلشو نه فکر میکردن که شبیه، یعنی من تو هم تو منی دیگه. نه من فکر، نه یه سری که کامنت دیگه هم میاد اصلا قیافه تو لوده است ولی فکر پوری داری. من قیافم مثل این که اون موقع که ریش داشتم بهش میخورد که آدمی باشه که مثلا کتاب زیاد میخونه ولی لوده بودم. این دوتا رو هم ترکیب میکردیم مثل این که یه بار یکی گفت اصلا انتظار نداشتم این شکلی باشه. خیلی دیس بدی یا خوب نمیدونی دیگه، که بدتر از حتی نبود که دیگه. اینا ببین اینا اثر اثر میذاره رومونا، اصلا دراز مدت اینا میشینه تو ناخودآگاه این حدهای داره اینو میکشه. تو ببین تو به حساب خودکست یه روانشناس برو سر حتا. من الان هر کاری که میکنم میدونم نجیبم. آخ خدا. بعضی انسان لقب دارن، درسته؟ مثلا لقب عقاب آسیا دارن. یه اپیزود شروع شد. خب لقب مثلا کارون چی گفته بودن؟ گفته بودن که متفکره. القاب مختلف هست. عقاب آسیا گفت من یه چیزی بگم الان، چون دیروزم دربی بود و منم که همینم عاشق فرهنگ استادیومم. بله. بچه استادیوم. عاشق اینم که تو استادیوم باشم، اون حال و هوا، اون حرفایی که آدمو میزنه، آدمای پرین. بعد این عقاب آسیا رو که میگن لقب عابدزاده است. بله. بعد عابدزاده تو ورزشگاه بود و نیمکت پرسپولیس نشسته بود، بعد کل ورزشگاه داد میزد که مگه تماشاچی داشت؟ الان نه، قدیمه. آها. میگفت خیلی بی‌تربیتیه، ولی یه عضوی از بدن عقاب آسیا رو صدا میزدن و این رو حواله میدادن به تیم مقابل. بعد یکی بچه تحلیل قشنگی کرد، گفت فکر کنم مثلا جای عابدزاده باشی، نشستی توی استادیوم، دارن مستقیم با یکی از اعضای بدن تو 100,000 نفر داره صحبت میکنه و اینو نسبت میده به یه تیم دیگه. خیلی جالب اینا، هاش انرژی ها، یعنی اتفاق میفته. حالا چیز جالبی که تو اخبار، لقب جالبی که اصلا فکرش نمیکردم باشه این هست، The Sperminator. دونیت میکنن. ترمینیتور داشتین؟ آره. داستان از این قراره که یه آقایی هن، ایشون یه پروفسوری هستن توی نیویورک و جزو افرادی هستن که اسپرم دونیت میکنن و تا الان نزدیک به 80 تا بچه دارن از اسپرم خودشون. نه هیچکی ما رو انتخاب نمیکنه. نه خب بعد چیکار بشین؟ نه جالبه، مثل که باید انتخاب کنی، یعنی اون شخص که من میدونی که این شخصه. آره خب اصلا کل پوینت اینه، زنه نمیره مثلا اسپرم یه جانی رو چیز کنه انتخاب کنه، که میره یه آدمی که باهوشه و احتمالاً مثلا نیویورک. خب اصلا اینا ما تو بریم بذاریم کی میاد ما رو انتخاب؟ خدا وکیلی میاد انتخاب. الان بگیر اگر که اگر بین بین اسپرما دعوا میشه وای یا انتخاب میکنید یا نمیکنید. خب بگو. وای آره ایشون یه ویدیو تو برنامه دکتر آز رفته بودن. آره منم خیلی سوال دارم، خیلی سوال دارم. میتونیم یه اپیزود کامل راجع به اسپرمینیتور بریم؟ نه جدی، نه که اسپرمینیتور. خب بعد صحبت بوده و اینا، ایشون میگه که آره من 80 تا الان بچه دارم و حس میکنه که، یعنی نه حس میکنه که نه، قراره به 100 تا برسه، به خاطر اینکه خیلی انگار معروفن بج میدن. و حالا جالبش این بود که البته این دیگه خیلی دیتیله نوشته بود جالبه. که همش جالبه. خیلی از اینا خب به صورت آرتیفیشال و توی لب لقاح مصنوعی. آره این نوشته اون اوائلش مثلا نزدیک به 10-12 تاش روش قدیمی انجام شده. من نمیدونم روش قدیمی یعنی چی، ولی خب حالا اینم میشه تحقیق کرد. یه دستی بده خدا میرفتن یکی رو میوردن. این قبل به دنیا آوردن، این مال وقتیه که من میدونم اینو میخواستن بگن که حالا که اون دایورش آب یه دستی بده اینجاش. ببین تو تو کوتیشن نوشته conceived the old fashioned way. خب یعنی رابطه داشته با آدم‌ها دیگه. the old fashioned way یعنی خوابیده با اون آدم. و من نمیدونستم اصلا این کار هست. چی نمیدونم چی درس ندارم، ولی نیویورک دارم هی فکر میکنم، چون تو حیوانات من حالا بیشتر میدونم اینه که شما وقتی که اسپرمو داری حالا تو گاو مثلا توسط حالا یک لوله وارد رحم گاو ماده میشه، اون اتفاق میفته. یه روش دیگه هست که تخمک رو از ماده میگیرن، اسپرم هم میگیرن، این میشه لقاح مصنوعی، تو اینکیوبیتر میذارن. آره اینکیوبیتر میذارن اینا. نمیدونم حالا این قدیمیه به کدومش میگه، چون آره قبل این بوده که حالا حرفی که من زدم احتمال برو ساینس اینجا دیگه. آره این همش برو ساینس. جدی نگیر. هفته ای که گذشت برم بعدی. بگو. آره فوری بود. آخریشو بگو که دیگه اصلا نمیکشه. کشور فرانسه 2 متر کوچیک‌تر شد. 2 متر مکعب مربع مربع نوشته 2 متریه، مثلا 7.5 فیت فکر میکنم 2 متر میشه. آره اشتباه شرینکه. قضیه از این قراره که یه کشاورز بلژیکی که زمینش توی مرز بلژیک و فرانسه هست، یه سنگی بوده همیشه، مثلا یه سنگ خیلی بزرگی بوده تو وسط زمینش یا حالا آخر زمینش، و این گیر میکرده به تراکتورش، مشکل ساز بوده و اینا. از عصبانی میشه این سنگو برمیداره میندازه اون بر که راحت بتونه با تراکتور کار کنه و اینا. ولی نگو این سنگ مرز فرانسه و بلژیک بوده و وقتی که حالا برمیدارن و اون افرادی که حالا نمیدونم میان چک میکنن چیکار میکنن، میبینن که اصلا یه کمی مرز جابجا شده و داستان میشه. برنامه هم جالب بودین. آره خودت خط تو دومت جابجا کردی. آره خیلی خوبه. خیلی خوب، این بود اپیزود 283 ما. مرسی که تا اینجا با ما بودید، مرسی که تو یوتیوب ما رو سابسکرایب کردید، کامنت میذارید، ما همه کامنت ها رو سعی میکنیم بخونیم. دمتون گرم. ما توی تمام فضای مجازی اسم اون خودکسته، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید، ما پروفایل داریم توی تلگرام برام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام‌های صوتی، تصویر و اشتراکتون رو بفرستید. ما میریم و پنجشنبه با یه موضوع جدیدی که برمیگردیم. فعلا خدافظ. خدافظ.